در این قسمت در رابطه با نحوه بیان عقیده در مورد موضوعات مختلف صحبت میکنیم دوستان. خب در ابتدا ما اصطلاحاتی رو میگیم که در واقع بیان عقیده رو با اونها میتونیم شروع کنیم. Expressing opinion. Opinion دوستان همون در واقع نظر هست یا عقیده هست. Express هم که به معنی بیان کردن هست. Expressing opinion بیان کردن عقیده. خب opinion دوستان میدونید idea به معنی ایده یا نظر هست، یا view به معنی در واقع view رو دوستان میدونید به معنی منظره یا به معنی در واقع دیدگاه. عقیده نظر هم میتونه باشه، view، opinion، idea، اینا میتونن به معنی در واقع نظر یا دیدگاه باشن. خب اما نظرمون رو چطور بیان کنیم؟ دقت بفرمایید دوستان. I think that think به معنی فکر کردن هست. I think that من فکر میکنم که. that دوستان به معنی آن هست، به معنی که هم هست، در اینجا به معنی که هست. من فکر میکنم که، و در ادامه نظرمون رو میگیم. یا در اصطلاح بعد I believe that. پس I think that یا I believe that. believe هم دوستان به معنی اعتقاد داشتن هست. believe عقیده داشتن، اعتقاد داشتن. اما اصطلاح بعد in my opinion یا in my view، یعنی به نظر من، به اعتقاد من. اینجوری شروع میکنیم به اعتقاد من و بعد نظرمون رو میگیم. in my opinion خواهش میکنم تکرار کنید دوستان، حتما تکرار بفرمایید. in my opinion یا in my view، یعنی به اعتقاد من یا به نظر من. اما اصطلاح بعد I am under the impression that. impression دوستان باز به معنی عقیده و نظر هست. impression، opinion، idea، view، همه اینها دوستان میتونن به معنی نظر، عقیده و اعتقاد باشن. I am under the impression that، یعنی من در واقع بر این عقیده ام که. این یک اصطلاح بسیار آکادمیک و بسیار ادبی هست. I am under the impression that، من بر این عقیده ام که، و بعد نظرمون رو میگیم. اما چطور نظر کسی رو راجع به یک موضوع جویا بشیم و بپرسیم؟ خب دقت بفرمایید، پرسیدن یک در واقع عقیده شخصی در قسمت بعد. asking for someone's opinion. someone's opinion نظر someone، کسی. someone دوستان همون somebody است، به معنی کسی. ask for هم که به معنی در واقع درخواست کردن، طلب کردن یا پرسیدن. asking for someone's opinion در واقع درخواست نظر کسی. خب چطور نظر کسی رو بپرسیم؟ با اصطلاحاتی که در اینجا داریم. مثلا what do you think about حالا فلان موضوع. مثلا فرض کنید نظر کسی رو میخوایم راجع به تحصیل یا education بپرسیم. خب میتونیم بگیم که what do you think about education، یعنی چه چیزی تو فکر میکنی یا شما فکر میکنید. about یعنی درباره، about education درباره تحصیل چی فکر میکنید. یا how do you feel. feel به معنی احساس کردن، به معنی در واقع اعتقاد داشتن هم میتونه باشه. How do you feel؟ چطور احساس میکنید؟ How؟ چطور؟ How do you feel؟ چطور احساس میکنید؟ چطور احساسی دارید؟ About؟ درباره مثلا همون education. چه احساسی دارید راجع به education؟ یا How do you find؟ چطور میبینید؟ اینجا گفتیم find دوستان به معنی پیدا کردن دیگه نیست، به معنی دیدن است. چطور میبینید education رو؟ How do you find education؟ education یا تحصیل رو چطور میبینید؟ در ادامه What is your idea یا your opinion about education؟ نظر شما چیه در مورد education؟ What is your idea یا what is your. دوستان ویدیویی که دیدید نمونه ای هست از پکیج کامل ما. شما عزیزان از هر جای دنیا که هستید، فرق نمی کنه از داخل یا خارج از کشور، میتونید با ما در تماس باشید دوستان عزیز، و از طریق تلگرام و اینستاگرام که میتونید مشاهده کنید در تصویر با ما در تماس باشید، نمونه کارهای ما رو ببینید در پیجای ما و در پیج در اینستاگرام ما یا در تلگرام ما، و پکیج کامل ما رو دریافت کنید دوستان. ویژگی اصلی پکیج های ما دوستان سادگی بیان و آموزش مطالب از صفر تا پیشرفته است، و مطمئن باشید دوستان با این پکیج میتونید سریعتر و راحتتر از هر کلاسی به هدفتون برسید.